توی روزهای اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌های درباره افزایش غنی‌سازی در ایران منتشر کرده. انتشار این خبر تنش بین رژیم و آمریکا و اروپا را شدت بخشیده. این در حالی بود که غرب در بحران غزه قصد فعال کردن تضاد بیشتر با رژیم رو نداشت. اما علت افزایش غنی‌سازی در بحوی بحران غزه چیه؟ رژیم چه هدفی رو داره دنبال می‌کنه؟ فعال شدن غنی‌سازی چه تأثیری در جنگ غزه خواهد داشت؟ آیا امکان احاله پرونده اتمی به شورای امنیت وجود داره؟ برای بررسی پاسخ به این پرسش‌ها همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی. آقای پرتوی، خیلی خوش اومدید به برنامه. خدمت شما و بینندگان عزیز و هموطنان عزیز عرض ادب و احترام دارم. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. بسیار ممنون. آقای پرتوی، سوال اینه که چرا وسط این بحران که به اندازه کافی رژیم برای خودش دردسر خریده تو منطقه، الان بحران دیگه ای رو فعال داره میکنه به اسم غنی‌سازی اورانیوم و پرونده اتمی که خودش موضوع استکاک بین غرب و رژیم ایران بوده؟ آیا دنبال تسریع برنامه سلاح اتمی هستش؟ پیامش چیه؟ بله، بسیار بسیار سوال خوبیه. واقعا بخش اول سوال شما رو قرض میگیرم در جواب که برای این رژیم از این بحران سازی ها چه هدفی داره. اساسا هر جا که این حکومت آخوندی پاشو گذاشته بحران سازی کرده. چرا؟ چون تمام فلسفه وجودی این حکومت منحوس واقعا به این بسته است که بحرانی رو به وجود بیاره و در اون بحران بتونه چند شبهی رو به عمر خودش اضافه بکنه. برای نمونه من خدمت شما عرض بکنم که در جواب سوال مشخص شما که آیا رژیم دنبال بمب اتم، به نظر من بله، این حکومت دنبال بمب اتم و هر نوع سلاح کشتار دست جمعیه. چرا؟ چون عمیقاً اعتقاد داره که بدون اینکه بتونه به سلاح دست جمعی، به سلاح کشتار جمعی و بمب اتم دسترسی پیدا بکنه، نمیتونه سر کار بمونه، نمیتونه به حکومتش ادامه بده. و همینجاست که واقعاً باید قدردانی کرد مقاومت سراسری مردم ایران که برای اولین بار در کمال ناباوری تمام ناظران دنیا اومد برنامه اتمی حکومت آخوندی رو افشا کرد. فکرشو بکنه که اگه این افشاگری نبود، واقعا این خودش یک بحث مفصلیه. حالا من فقط یک اشاره تلگرافی بهش میکنم. فکرشو بکنی اگه این افشاگری نبود، این حکومت آخوندی در سایه سیاست کثیف مماشات الان دستش به بمب اتم رسیده بود. منتها اینی که چرا رژیمی بحران آفری دارو میکنه، به نظر من در بحبوحه جنگ غزه حکومت آخوندی اون کارت برنده‌ای رو که فکر میکرد از طریق گروه‌های نیابتیش در منطقه و مخصوصاً از جنگ افروزی در غزه و به کشته دادن مردم فلسطین و دریای خونی که در غزه را انداخت، فکر میکرد میتونست موج سواری بکنه. مجموعه فعل و انفعالات که الان جای بحثش نیست، بسیار طولانیه، باعث شد که رژیم اینو متوجه بشه و جهان غرب هم حاضر نشد این امتیازو بهش بده، اینو به عنوان کارت برنده ازش استفاده بکنه. بنابراین باز برگشته دنبال همون کارت سوخته ای که قبلا ازش استفاده میکرد و الان هم هدفش از این بساق غنی‌سازی بالای 60% اورانیوم، هدف نهاییش قطعا ساختن بمب اتمه. منتها به طور کوتاه مدت مسئلهش اینه که تمام برنامه ریزی هایی که برای غزه داشت براش اون نتایجی رو که میخواست نداشت. در نتیجه به عنوان یک کارت میخواد از این استفاده بکنه. کارت غزه برای حکومت آخوندی نتونست، بحران غزه نتونست اون اهدافی رو که حکومت آخوندی و آخونده داشتن نتونستن واقعا بهش برسن. بله. خب حالا واکنش کشورهای غربی در قبال این گزارش جدید آژانس چی بوده؟ به نظر منم این مسئله، اولا که واکنش شدید بوده، واکنش بسیار قاطعی بوده، هرچند که اینها در واکنششون دادن و واکنش‌های کاغذی و محکوم کردن‌های لفظی و اینها ما دیدیم در ظرف این سال‌ها بسیار ید طولایی دارن، ولی اونجایی که باید تحریمش کنن، اونجایی که باید تو سرش بزنن، اونجایی که آدرس سرمار
مشخص کجاست، اونجا هاست که کوتاه میان. منتها من حیث المجموع با توجه به تمام فعل و انفعالاتی که رژیم روش حساب باز کرده بود، به طور واقعی برای هر کدوم از این مؤلفه ها برنامه چیده بود. به نظر من در مرحله، در اولین گزارشی که آژانس بین‌المللی داد، واکنش بسیار صریح بود، بسیار قاطعانه بود و رژیم رو به نظر من تا حدود زیادی در واکنش اول متوجه ساخت که نمیتونه مثل سابق به مسئله اتمی و غنی‌سازی برخورد بکنه، نمیتونه به عنوان یک کار ازش استفاده بکنه که بتونه امتیاز بیشتری بگیره. بله. خب ما شاهدی بودیم در آخرین اجلاس های شورای حکام قطعنامه شدید و لحنی علیه رژیم صادر نشده، ولی با توجه به تحولاتی که الان در غزه شاهدش هستیم که کشورهای غربی دارن لحن تندتر و حتی اقدامات عملی تندتری رو علیه رژیم اتخاذ میکنن، اگر پرونده اتمی هم در این اسنا فعال بشه چه تأثیری در شرایط منطقه داره به نظرتون؟ ببینید، بحثی رو که خانم دکتر سپهرات قبل از من ارائه دادن بسیار به نظر من بحث جامعی بود، مخصوصا در اونجایی که کارهای رژیم در غزه واقعا اون کارآمد و اون کارایی رو که حکومت انتظارش داشت نداره، در نتیجه اومد حوثی ها رو فعال کرد و الان با توجه به این ائتلاف بزرگ جهانی که در آبهای اطراف، در آبهای منطقه به وجود آمده به رهبری و فرماندهی نیروی دریایی آمریکا، عملا و علنا در 48 ساعت گذشته تا حدود زیادی جلوی مزدوران حکومت آخوندی رو گرفتن. بنابراین اگه بخوایم به این قضیه از این زاویه نگاه بکنیم، به نظر من مهمترین مسئله اینه که حکومت داره هر تمام کارتهایی رو که داره روی میز میذاره. کارت اولش غزه بود، جواب نداد. کارت دومش همونطور که دکتر سپهرات به خوبی توضیح دادن مسئله حوثی ها بود که الان عملا داره به بنبست کشیده میشه. مسئله غنی‌سازی هم همونطور که من مختصر خدمت شما بینندگان عرض کردم کارت بعدیشه. هرچند که در این وسط یه سری گروگانهایی رو که داشت مبادله کرد، یه سری تلاش کرد پولای بلوکه شدهش رو آزاد بکنه، ولی من حیث المجموع بحران اصلی و واقعی حکومت که میخواد از زیر این در بره، مسئله عدم مشروعیت، مسئله بحران بقا و مسئله قیام در داخله و تمام این تلاش ها، تمام این بحران سازی ها در منطقه، نمیدونم چنگ و دندون نشون دادن هسته ای و اینها، تمامی اینها برای اینه که بتونه امتیاز بگیره. چون واقعا یک حکومت ورشکسته، پوسیده و هیچ مشروعیتی نداره. به قول دکتر سپهرات صحبت جالبی کردن، گفتن شمارش معکوس سیاست مماشات در ارتباط با حکومت آخوندی هم شروع شده. به نظر من اینم کاملا درسته. زمانی که خامنه ای میگفت، 10 سال پیش میگفت آقا ما فتوا میدیم، اصلا سلاح کشتار جمعی در آیین ما حرامه، اون دوران دیگه گذشت، دیگه کسی واقعا برای صحبت‌های خامنه‌ای و برای حکومت آخوندی خرد نمی‌کنه. در زیر سایه افشاگری‌های مدام و مستمر مقاومت ایران، کنفرانس‌ها و سمینارهایی که برگزار شده و یک سونامی واقعا از حمایت‌های وسیعی که از مقاومت ایران و برنامه 10 ماده‌ای رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران شده، حکومت آخوندی به رنگ بیشتری واخته، بی‌اعتمادی نسبت به حکومت آخوندی بیشتر شده. حتی مماشاتگران قهار هم واقعا دیگه این روزا با انبردستی اسم حکومت آخوندی رو میارن و با ازش یاد میکنن، چرا؟ چون ماهیتش برای دنیا مشخص شده. بله. خب به فرض اینکه همونطور که شما میگین رژیم به سمت تسریع توسعه برنامه هستش بخواد پیش بره، همین همکاری های نیمبندی که با آژانس داره رو محدود بکنه، غنی‌سازی رو افزایش بده، آیا احتمال ارجاع پرونده رژیم به شورای امنیت به صورت مجدد وجود داره به نظرتون؟ به نظر من این احتمال امروز بیشتر از سالهای قبله. به نظر من این احتمال الان بیشتر قوی تره. چرا؟ چون آدرس سر مار که رهبر مقاومت ایران
در یک بیانیه‌ای دادن یک انعکاس واقعا جهانی گرفت. بنده خودم شاهد بودم که در مدیای جهانی این مسئله آدرس سر مار و بحث سر مار که بحران آفرینی در منطقه میکنه بسیار بسیار انعکاس داشت، واکنش‌های بسیار گسترده بین‌المللی داشت. بنابراین با توجه به شرایط حکومت، با توجه به این که مشروعیت نداره، با توجه به وجود کانون‌های شورشی اختناق شکن که صدها عملیات واقعا متحورانه تا کنون انجام دادن، جنبش‌های اجتماعی که هر روز در کف خیابان‌های ایران امکان نداره ما یک روز یک جنبش اجتماعی یک حرکت اعتراضی نداشته باشیم، بنابراین همگی اینها برای سیاست مماشاتی که جلوی قطعنامه‌های سابق رو می‌گرفت برای اونها مؤلفه‌های بسیار بسیار مهمیه که روی یک اسب شل و روی یک حکومت پوسیده دیگه بیشتر از این آبرو و حیثیت خودشونو نگذارن و روش شرط‌بندی بیشتر از این نکنن. به نظر من امکانش وجود داره، من تا سیاست مماشات واقعا سیاست کثیف و ضد مردمیه که تا کنون ضربات بسیار جدی به ما مردم ایران و به مبارزات مردم ایران زده، منتها در سایه داشتن یک رهبری بسیار صدیق و شریف جدی در رأس مقاومت سازمان یافته مردم ایران میشه امیدوار بود و باید امیدوار بود و باید براش تلاش کرد. بله، با سپاس بسیار از آقای بهروز پردوی تحلیلگر امور سیاسی که در اینجا در این برنامه شرکت کردیم و پاسخمون رو دادیم. بسیار ممنون. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. شب خوش.